همراه هم باش، تکیه گاه هم باش، نه ناظر نه قاضی. خب ما گیرمون اینه، اولیا میشن قاضی، اینجا به درد نمیخوره، با این آبروی منو میبری تو، با اینجور درس خوندن هیچی نمیشی، اینا کار من مشاوره، نه توی پدر نه توی مادر. تو رو هر کی دوست دارین پدر بمونین، مادر بمونین، کار شما اینا نیست. وقتی کارا با هم قاطی میشه همه چی قاطی میشه، همه چی به هم میریزه. هر چی زمان میره جلوتر، هر چی شما به کنکور نزدیکتر میشین، از دهم میان یازدهم، یازدهم میان دوازدهم، دوازدهم تابستون میشه، مهر مهر میشه، عید عید میشه، خرداد، این فشاره بیشتر میشه و بچه بیشتر نیاز به همراهی داره، نیاز به حس خوب داره. صدای من هست الان؟ من از کلم مجدد قطع شد. بله 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 ببخشید. حالا آقا این همه روزه خوندی تابستون، چی کار باید بکنیم؟ من چه جوری باید باشم؟ پدر مادرم چه جوری باشن؟ حالا بگو ببینیم چی کار باید بکنیم. ما کار تابستون چیه؟ میگیم آقا گفتیم بر اساس برنامه مدرسه یا بر اساس سطح علمی خودم تصمیم میگیرم چی کار کنم، یا کل پایه 10 و 11 یا قسمتی از پایه به قولی 10 و 11 یا کل 10 و 11 با یه بخشی از 12 هم، یا یه بخشی از پایه با یه بخشی از 12 هم. ببینید از این 4 حالت کاری که تابستونی همه رو بخونی. اما اگر تو المپیادی بودی، پایت خیلی خوبه، نمیدونم سمپادی بودی، نمونه بودی، تو میتونی کل پایه رو جمع کنی و ممکنه بر حسب سطحت شاید بتونی به یه بخشی از 12 هم هم حمله کنی. اما نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه سهم سوالهای 10 و 11 تو آزمون سراسریش 60%. یعنی اگه کسی یه تابستون خوب بخونه، 12 هم اصلا دیگه نخونه، یعنی هیچی نخونه، فقط 10 و 11 رو بخونه، 60% کنکور تو چنگش داره، 60% سوالها رو بلده، یعنی از اون چیزاییه که اون خونده است. بعد بینانش تو، چون تو بعضی درس ها بین 65 تا 70% هم هست، بعضی درس ها مثلا مثل روانشناسی کلش پایه است، اقتصاد کلش پایه است، 100%ش پایه است، ولی تو اکثر درس ها 60-65% کار همین پایه 10 و 11. چی بهتر از این؟ این بهترین حالته. جان دلم آیا میجون ببخشت آقای صدقی کنم مجدد، من یه سوالی تو ذهنم اومد، اگه یه داختره به حال مثلا رشته تجربی تو منطقه دو حالا یا یک و اگه مثلا میانگینی درصدش رو همین بین 60-65 بزنه حدودا رتبش چقدر میشه؟ ببینین تو کنکور 98 اگه با بود میشد مثلا یه چیز اولوش 1500 تا 2000، تو کنکور 99 قطعا منطقه چند؟ تو منطقه دو، تو کنکور 99 قطعا یعنی سرقمی میشه رتبش؟ جان؟ یعنی سرقمی میشه رتبش؟ بله بله بله. و اگر کنکور 1400 شبیه 99 باشه با همین 60-65 شما تو هم هر سه تا گروه سرقمیش احتمالش قریب به یقینه، فقط جاهاش مثلا ممکنه تو انسانی بشه هلوهوش 200، تو ریاضی بشه هلوهوش 400، تو تجربی میره لبه 900 تا 1000 وای میسه، یعنی ممکنه 4 رقمی هم بشه، ولی قطعا یه عدد خیلی خوب داره. میشه اینجوری جمع بندی کرد، یعنی یه داوطلب اگر فقط پایه هاش 100% مسلط بشه همین الان میتونه سر رقمی بشه، درسته؟ ببینید من معمول اینجوری میگم، میگم اونایی که میخوان سر رقمیشون رو بذارن تو جیبشون، تابستون پایه رو کامل ببندن دیگه، هر اصلا ببین هرچی از 12 بتونه به این عدد اضافه کنه بار خودشو بسته برای رتبه دو رقمی، برای اومدن زیر 50، برای استفاده از مزایایی که رتبه کشوری زیر 100 داره که کم هم نیست. بعد حالا یه سوال دیگه معذرت میخوام، اگه داوطلب این میانگین رو برسونه به 80، بالای 80 مثلا 81 2 چی اون وقت دو رقمی چه رتبه‌ای رو ممکنه بگیره؟ دو رقمی. یعنی اگه داوطلب، چون من الان اگر حضور ذهن درست داشته باشم، سال گذشته مشابهت سال آزمون روزنه دو با آزمون سراسری
82.5 بود اگر اشتباه نکنم، حالا دوستان تحلیل نگاه کنم بهت بگم، ولی فکر میکنم 82.5 بود. یعنی اگه پارسال یه داوطلب فقط آزمونای گزینه دو رو خونده بود و مسلط میشد، باید رتبش دو رقمی میشد. بله بله بله. من یه مطلب اینجا بگم سر مشابهت. ببینید ما آزمون، خب الحمدلله تو مملکت آموزش چون شده بیزینس، آزمون زیاد برگزار میشه، یعنی آزمون‌های مختلف داره برگزار میشه. اما نکته چیه؟ نکته اینه که شما آزمون سخت شبیه کنکور کم دارید. تعداد آزمون‌های بین این آزمون‌هایی که برگزار میشه، اونایی که سختن خب خیلی ها به سختیشون مینازن، ولی واقعیت اینه که سخت شبیه کنکور کم داریم. اگر بود حتما گزارش میدادن، یعنی میشستن مثل گزینه دو یا آمار میدادن اینجوری دقیق که آقا این سوال تو آزمون فلان اومده، تو کنکور عددش عوض شده، عدد عوض شده، یا یک سوالی عیناً اومده. ببینین وقتی این مدلی هست، این چیزی که شما میگین 80% مشابهت، خب کم عددی نیست. یعنی ما نشستیم بررسی کردیم کنکور پارسال چه شکلی بوده، خودمون رو شبیه اون کردیم. خب این که سوال سخته کافی نیست، شما میتونی یه آزمون سختی بدی که هیچ بار علمی برات نداره و یه آزمونی بدی که سخته و یه عالمه مطلب توش یاد میگیری و شبیه کنکورم هست. چون ببینیم من بازم تاکید میکنم، اگه خاطرتون باشه پله پنجم مهارت‌های روانی بود. من قرار نیست آزمونی بدم که ذهن و روح و روانم رو به هم بریزه، من قرار یه آزمونی بدم که وقتی میرم سر کنکور ببینم اینو شبیهش رو قبلا دیده بودم، اینو دیده بودم، اینو ببین. وقتی اینا هست من حالم سر جلسه کنکور بهتره، مهارتم و کنترلم رو خودم بهتره و میتونم نتیجه متفاوتی بگیرم. یه نکته جالبی شما فرمودید الان یادم اومد، فکر کنم سال اگه اشتباه نکنم 92 بود جناب آقای شاه‌حسینی، اون موقع آزمونای گزینه دو 12 مرحله‌ای بود در طول سال. آزمون شماره 11 که آزمون جامعه بود، بعد از اینکه بچه‌ها از حوزه آزمون اومدن بیرون، گفتن آقا ببینید ما این دو سالا چجوری اون دیگه داریم ببینید که زمان دو تا داده ها ما نگاه کردیم راست میگه دو تا داریم دیگه تا موقع اصلا ما هیچ کنکوری از سالا قبل دو ببینید دو تا به تو راست هم بود واقعا هم نبود ما هم بکنم که آب چشت دیگه مثلا حالا به اطلاع میدیم به تهران جوابش رو چی که حالا تا ما اطلاع داده ببینید خب آزمون دوازده ما برگزارش رسید به کنکور آیش هم سنگه اول سالی که ریدینگ دو تا اومد در درس زبان انگلیسی همون سال بود. بله بله. که اتفاقا بعدش با دلیل زبان که ما صحبت کردیم ما جایی وصلی چیه شما دو تا ریدینگ داده بودیم کنکور هم همون سال دو تا اومد. خب نه آقا من دیدم که کار سازمان سنجش تمیز کردن و متمایز کردن همه بچه ها خوب متوسط خیلی خوب عالی، من دیدم بین خیلی خوب و عالی اگه بخواد الان دیگه سخت‌تر کنه تنها راحتش اینه دو تا ریدیم بده دیگه، که از اونقدر مرسوم شده دیگه اکثریت آزمون دو ریدیگه داره میاد. میخوام بگم یعنی وقتی سوال گزینه دو میگه 82.5 درصد من مشاورت سوال دارم، دلیلش این نیست که مثلا حالا بسله به جایی، نه خاطر اینکه بچه ها هر سال سوالای گزینه دو همون سال طرح میشه، یه بانک سوال نداره مثل سری از جاها که آقا از تو برداریم بیاریم، نه بانک سوالشو گذاشته جدا گفته آقا تو این بانک سوال من تو هر لحظه خواستی هر زمان اراده کردی بشین پشتش از خودت آزمون بگیر. حالا من اگه آخر جلسه دیدم نخواست من آزمون بانک سوال باز میکنم که بچه ها ببینن، یعنی دانش آموز ها و شاوزه همون پیلوکانی که شما فرمودید میخواد تو مرحله تسلط نشست خون دیده و مثلا من ادبیات و اصفه 10 تا 15 خوندم، خب حالا نتیجهش مرسوم اینه که وام کنه یه کتاب تستی رو از همون مبحثا شروع کنه زدن دیگه، که معمولا هم کتاب ها سوال های کنکورهای سال های قبل تعلیفی توش خیلی کمه و معمولا هم اینا رو هی دیده، یعنی دیده دیگه معمولا هم بچه هم کنه آنی که ساده بودی که خب حالا دیده دیگه مرتب این سوالاتی که از آزمون های سال های قبل بوده، میاد میشینه پشت سیستم میگه ادبیات از صفحه 10 تا 15 یا مبحثی حالا هر خاص میتونه انتخاب کنه اون رو انتخاب بکنه، میگه ازم میخوام آزمون سخت بگیر یا میخوام متوسط یا نه فعلا ساده بگیر از من، از خودش آزمون میگیره نه یه درس چند تا درس میتونه حالا بی نهایت بار تکرار کنه آزمون بگیره بره درس بعدی بره آزمون بعدی و حتی میتونه آیه شاه‌حسینی عزیز تو تمرین این کارو انجام بده، یعنی میگه الان نمیخوام فعلا مهارتی شروع کنم کار کردم
الان خوندم میخوام ببینم از اینجا خوندم اصطلاحا حالا شما مشاوره دخالت هم میکنید بگید چی یه تمرین آموزشی درست میگم اسم شما بله بله یعنی میخوام حالا زمینی که دارم تست میزنم یادم بگیرم آه از این درس فیزیک از این صفحه تا این صفحه بدم تمرین بده یا این مبحث رو تمرین بده خب تمرین میگه محدودیت زمانی نداره تمرین یا جلوش جوابو که داد همون لحظه بهش میگه درسته یا غلطه و اگرم غلط داده باشه پاسخنامه تشریحش هم اون لحظه هست و ویژگی منحصر به فرد بانک سوال گزینه دو جناب آقای شاوسنی تمام اینا در پروفایل اختصاصی دانش آموز ذخیره میشه یعنی هر لحظه چه خاص میتونه برگرده ببینه حالا سوالات فیزیکی که تا حالا غلط زدم ببینم چی بوده رفع اشکال کنم سوالات شیمی که تا حالا نزدم یا غلط زدم برگردم شروع کنم رفع اشکال کردن یا خیلی جالبتر آقای شاوسی مثلا اصلا سوالم بلده ها جواب درست هم میده ولی عجب سوال نابی بود در طراحی کردم که اصلا فهمید از این مسئله هم میشه سوال در آورد کنارش یه علامت ستاره داره جز علاقمندی های من یه علامت قلب رو میزنه میره جز علاقمندی های من هر زمان که خواست دوباره مجدد در وجود بونه این سوالات ناب و که میدید بعد از عید دیگه گنجینه اصلی بچه ها زمانه دیگه راحت میتونه بهش مراجعه کنه و توی این مبحث برگرد اینا رو داشته باشه ببخشید من چیزی پرش ذهنی داریم دیگه هر موقع چیزی میبینم که شاید به درد بچه ها بخوره مزاحم شما میشم نه آقا اختیار این که برای ما هم عالیه ما هم کیف میکنیم هم از تو هم صحبتی شما هم نکته هایی که میگین یاد میگیم بخوام بریم سراغ بعدی اینه که ببین من باید سعی کنم تو برنامه ریزی تو اجرا تو منبع خاص باشم باز اون داستان جایگاه وی آی پی است خاص بودنه کمک میکنه به بهتر شدن حالا وقتی شروع میکنین به کار باید از هر چی امکانات دارین استفاده کنین. خب امکاناتی که به شما میدن هدفش وقت گرفتن نیست. شما یه هزینه‌ای دادین قرار از در قبال اون هزینه ها یه سری کیفیت ها بهتون اضافه شه. این چیزایی که الان فرمودن دوستان دقیقاً اون مثل اون خدمات اون خدماتی که به شما میدن برای که بهتر شین. خب نکته خیلی مهمتر اینه وقتی میان کنکور تموم میشه آدمایی که شکست خوردن دو تا گله دارن دو دسته گله دارن گله هاشون چیه؟ یک این که تو درسای پایه ضعیف بودیم یعنی فرصت نکردیم یه درسی رو درستش کنیم به صورت خاص به صورت ویژه درس ریاضی رو خاص در نظر بگیرین ببینیم بچه ها فرقی نمی کنه ریاضی تجربی انسانی حتی هنر اگر هستین قدرتتون تو درس ریاضی اگر زیاد باشه تضمین کننده موفقیت شماست. دومین مطلب کمبود وقته. خب تو دو فیلد یکی کمبود وقت سر جلسه که برمیگرده به هنر آزمون دادن فعلا کاریش نداریم. یکی هم تموم نکردن درس‌ها تا روز کنکوره. ببینید چرا ما میگیم تابستون باید جمع شه درس‌های پایه؟ برای اینکه ببینید شما تا قبل از این دهم یه پایه خوندین به زور و مصیبت و سختی تا آخر سال جمعش کردین. یازدهم یه پایه خوندین به زور و مصیبت و سختی تمومش کردین. اتفاقی که قراره بیافته و کاری که قراره انجام بشه اینه که تموم کردنه اگر شما ده و یازده رو تابستون بیافتین جلو تا هر چقدرش که شد آقا نصفش شد دهش شد ده و نصف یازده هر چقدر که شد برد شماست. اما ریشه های ناکامی های آدم ها چیه؟ اولی و مهمترینش اینه هدف بلند مدتی ندارن. ببینید بچه ها کلید عوض شدن شرایط نداشتن هدف بلند مدته. من یه هدف میخوام تا 30 سالگی یه هدف میخوام تا سال آینده یه هدف میخوام ماهانه یه هدف میخوام هفتگی این مجموعه اهداف تیکه تیکه کمک میکنه. آدمایی که 3 سال بیخیالن خرداد دم کنکور کاری نمیتونن برای خودشون بکنن. ضعف تو درس ریاضی خیلی ها رو به فنا داده. یه سری هم هستن اسم میکنن کنکور خونه خالص من اینو نمیخوام عربی دوست ندارم نمیدونم فلسفه بدم میاد تاریخ دیگه چیه نمیدونم چرا باید دینی بخونیم اصلا اگه قراره از این سوالا جواب بدین اصلا وارد داستان کنکور نشین اگه چیزی بدتون میاد کنکور ندید کنکور همینی که هست همه رو با هم لازم داریم.
بحث بعدی اون عدم تعادل است. خیلی ها که شکست خوردن، چرا شکست خوردن؟ چون تعادل نداشتن. یا اینکه غلط زمان رو تقسیم بندی کردم. طرف کنکوری تجربی فکر میکنه دنیاست و زیست. آقا به پیر به پیغمبر من کارنامه نشونتون میدم، با زیست 12% طرف شده 500 478. خب این از آسمون نیومده که. این آدمه خیلی راحت میتونسته اونم بگه من زیستم ضعیفه و کار نکنه، اما وقتی شروع کرده به کار به این رسیده یه پرنده اگر یه بالم داشته باشه بخواد میتونه بپره. یه سری هم زمینه ناامیدی دارن، منتظرن یه آزمون خراب شه بگن نمیشه، یه درس ضعیف باشن بگن دیگه نمیشه، یه کاری رو نتونن انجام بدن بگن نمیشه. یه عده از آدمایی که شکست خوردن آدمایی بودن که سلطان منفی بافی بودن، یعنی هی منفی 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 و اتفاقای بد افتاده. یه سری هم مشکلشون اینه امید رو نمیبینن، تغییرهای کوچیک رو نمیبینن، انتظارشون اینه که اول کار باید بیان با 70-80% آزموناشون رو شروع کنن و اشتباهشون شاید تو همین بوده. نکته بعدی نداشتن دورنماست. اون هدف بلند مدت به شما یه دورنمای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میده. یه سری ها که شکست خوردن، چرا شکست خوردن؟ چون مدام خودشون رو مقایسه کردن، مدام هی گفتن این چرا این کارو کرد، چرا به اون برنامه رو داد، چرا به من اینو نگفت. آدم ها با هم فرق میکنن بچه ها، برنامه هاشون هم با هم فرق میکنه. اگر مشاوری داره به یه عده آدم یه برنامه میده، یک گیری تو کار مشاوره هست. اما بدترین اتفاق اینه که همه حرفا رو میشنون، حرفای منو میشنوه، حرفای اکبر آقا، صغرا خانم، کبرا خانم، همه رو با هم داره میشنوه. خب وقتی تو هر حرفی رو میشنوی، هر لحظه به یه طرفی، هر لحظه تو یه مسیری، هر لحظه تو یه مسیر، یعنی نداشتن مسیر ثابت و این یعنی شکست خوردن. مرسی که تا اینجا همراهمون بودین، ممنونم ازتون، متشکر بابت توجهتون، ببخشید اگر پر حرفی شد. آقای امیری جان من در خدمتتون هستم. خدمت از ما سما به عزت بردیم مثل همیشه، مرحبا دارم شما گرد، ولی در خدمتون ها من با اجازتون جناب آقای شاه حسینی حاضر تصویرتون هم داشته باشیم اگر محبت من عرضم به خدمتون که دو تا موضوع حالا ذهنم مون اگر حالا تا قبل از اینکه کامنت ها رو باز کنیم و بچه ها سوالات شما بپرسن، من خدمت شما سوالم رو بپرسم. یکی این که آیه شاه حسینی، چون تو یه جایی از مبحث که شما فرمودید که والدین یکی از کارهای اشتباهی که میکنن مقایسه کردن، این مقایسه میکنن با دوست بفیرن، از اون طرف ما تو آزمون سراسری مقایسه رو داریم، آزمون ما آزمون مقایسه ای، این دوتا رو چجوری باید هندل کرد؟ ببین من یه مطلب رو بگم خدمتتون، ما آزمون سراسری آزمون مقایسه عمل کرده من با بقیه داوطلبا. خب همونطوری که من نمیدونم بقیه چجوری عمل میکنن، بقیه هم از عمل کرده من خبر ندارن، اما وقتی من همش حواسم به اینه بقیه چی کار کردن، مهم اینه که من از خودم وا میمونم تو مباحث به قولی اینایی که بحثای عرفانی میکنن، میگن کسی که همش حواسش به بیرونه از درونش و از خودش غافله، و کسی که مراقبه میکنه حواسش به خودشه، رشدش روندش قطعا خیلی بهتره. من چی میخوام بگم؟ ببینین ما حالا به قولی فنی و مذهبیش هم نگاه کنیم، ما حدیث داریم دیگه، امام صادق فرمود اول و من قاسه ابلیس، مولوی هم با حال میگه دیگه، میگه اولین کس که این قیاسک ها نمود پیش انوار خدا ابلیس بود. جنس قیاس، جنس مقایسه از جنس ناامیدیه، هم جنس شیطونه. خب شما وقتی مقایسه میکنین کار شیطونیه، الا به یک حالت، مقایسه من با خودم. احسان شاه حسینی دیروز، احسان شاه حسینی امروز، اگر چیزی بهش اضافه شده بهتر شده، اگر فرقی نکرده خب این با بقیه هم اگر رقابت کنه همون آدم قبلیه است. اگر بقیه حواسشون به خودشون باشه و رفته باشن جلو، از من جلو زدن. ما درست در نهایت مقایسه میشیم، اما اون در نهایت مقایسه شدن، ببین یه دلیلی که خیلی همه دارن از کنکور بد میگن شاید به خاطر همین فضاشه،
یعنی ما یه آدمی که هنرمنده، یه آدمی که ساز خوب میزنه، یه آدمی که توانایی خاص داره، یه آدمی که ورزشکاره، همه اینا رو میذاریم کنار، فقط تو درس درسی مقایسهش میکنیم. خب داریم به این آدم ظلم میکنیم، ما داریم این آدم از دست میدیم، ما داریم این آدم از بین میبریم. ما اگر قرار کاری کنیم باید آدم‌ها رو همه طرفه ببینیم. تو کنکور برای اینکه این فشار قابل تحمل تر شه، میگیم به جای اینکه تو به این فکر کنی الان کجایی بقیه کجان، خودتو با قبل خودت مقایسه کن. اصلا دفتر برنامه‌ریزی ویژگی اصلیش اینه، من رو با قبل خودم مقایسه میکنه، نه با قبل حسن و تقی و کبرا و صغرا. نکته من میخوام این مدلی بگم جواب شما رو، که تا رسیدن به عید، تا وقتی که من ورودی داره مغزم و دارم یاد میگیرم، تمام تمرکزم رو خودمه. من میانگین درصدام بیاد بالا، تعداد درستام زیاد شه، تعداد غلطام کم شه، کم شدن تعداد سفیدا و نزده هام، این میشه مقایسه درست. از عید آروم آروم با اون در مهارت‌های روانی من میتونم خودم رو با بقیه هم مقایسه کنم، یعنی آروم آروم وارد این کارشم. ولی وقتی این کارو کنم که 9 ماه از الان تا عید، تا پایان مثلا فروردین، تمرکز رو خودم داشته باشم، این تمرکز رو خودم اتفاقهای مهمی رو رقم میزنه. اینو ما میخوایم. اول رو خودم متمرکزم، قوی که شدم، درونی که شد قدرتم، شروع میکنم بیرون رفتن و با بقیه هم مقایسه کردم. ولی تو شروع کار این مقایسه نابود کننده است، خطرناکه. پس من یه مرور کنم با اجازتون از فرمایشات ابتدایی. بله. شما یک فرمودید که ما باید یه هدف گذاری انتهایی داشته باشیم. بله. بر اساس اون برنامه ریزی کنیم از صفر تا صدی که قرار به اون هدفمون برسیم. بله. و فرمودید برای اینکه حرفه‌ای باشیم و بتونیم چند گام از بقیه جلوتر باشیم، الزاماً باید از تابستون شروع کنیم و طبق برنامه‌ای که شما فرمودید برای بچه‌هایی که برای کنکور 1401 دارن تلاش می‌کنن، 65% در پایان شهریور ماه تو جیبشونه حداقل. من یه نکته بگم. یه اتفاقی میافته وقتی مطلق میگیم که تابستون شرط مهمیه، یه اتفاقی ناخودآگاه تو ذهن یه عده میافته. ممکنه من تابستون و مریض شم، هر خدای نکرده اتفاقای عجیب غریب بیافته، یا نه اصلا فکر کنم نیاز نیست. ببین، امیدو از آدمایی که میخوان بعدن شروع کنن نگیریم. تابستون اونایی که شروع میکنن جلوتر از بقیه‌ن. خب ولی این دلیل نمیشه اگر از مهر شروع کردی هم نتونی. ولی خب عقل سالم میگه وقتی میشه جلوتر شروع کرد، جلوتر وایساد و بهتر نتیجه گرفت، من بی خودی کارمو پیچیده تر نکنم. من معمول اینجوری میگم، میگم تابستونی که درس نمیخونی، اگر میخوای رتبه خوب دو رقمی سه رقمی بیاری، اون تابستون رو باید تو 9 ماه دیگه، یعنی تو پاییز و زمستون و بهار سال بعد جبران کنی. خیال نکند دستگیر نخوندی راحت شدی. عقل میگه از همین اول بخون، فشار رو تقسیم کن. این که فشار تقسیم نشه خطرناکه، فشار زیادی رو بچه‌ها میاره و باعث میشه که کار خیلی به هم بریزه. من توصیه‌م اینه از تابستون درس بخونین تا فشار کمتری بهتون بیاد. من ببخشید جسارت کردم اینجوری تاثیرش کنم. و همینی که شما فرمودید ادامه راه هم قابل پیش بینی نیست، یعنی اونقدر خب من از مهر به بعد فشار رو بیشتر می‌کنم، خب همین اتفاقات ناگوار ممکنه در تابستون بیاد، در فشار بیاد دیگه. یعنی چند گام جلوتر وقتی باشی از خیلی چیزا خیالت راحت. پس مثلا سوم ببخشید من عذر میخوام، این همونیه که به بچه‌ها گفتم دیگه. ببین شما اگر تو جایگاه ویژه باشین، همیشه از بقیه جلوترین، چه تو ورود چه تو خروج، تو هر تصمیمی که بخواید بگیرین، چون خاصه، ویژه است. جلوتر بودن ویژگی اصلیش اینه، اگر اتفاقی هم افتاد تا بقیه بهتون برسن شما میتونین ریکاوری کنین، دوباره حرکت خودتون رو شروع کنین. من عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع کردم، ببخشید. نه خواهش میکنم. و اون پله‌هایی رو هم که شما تا آخرین پله ترسیم کردید و اسلایدش هم اینجا نشون دادید، گفتیم تو دو تا گامش هم راحت گزینه دو میتونه بهشون بدون ابرام با اختلاف بهشون کمک کنه. یعنی تو هم حوزه بانک سوالی که توضیحاتش داده شد که آقا بانک سوال از چند تا چیز شما رو بی نیاز میکنه، از خریدن کتاب، از پراکندگی منابع، از
این تسلسل بین این اتفاقات پیرامونی که الان هست و از همه مهمتر یه تجمیع سوالات تخصصی هدفمند و میشه با اختلاف گفت بالاتر از سطح سوالات موجود در بازار، خاطر سوالات موجود در بازار سوالات سال قبل دیگه تعلیقی کم شما تو بازار میبینید در دسترسشه، بدون محدودیت زمانی، بدون محدودیت تعداد استفاده که تو پلکانایی که شما فرمودید کامل میتونه مورد دسترسش باشه. تا اینجا اوکیه؟ این چیزی که بله بله عالیه. استفاده کردم از شما. بله دقیقاً. کامل. من یه توضیحی هم که بچه‌ها معمولاً حالا گرچه شما فرمودید خیلی مقایسه کردن الان کار درستی نیست. باید بذاریم بعد از 9 ماه یه خود حرفه‌ای‌تر شد مقایسه رو انجام بده، اما یه کار حرفه‌ایه. خیلی ویژه رو هم که گزینه دو برای بچه‌های کنکور امسال انجام میده. هر سال جناب آقای شاه حسینی که آزمون، یعنی هر مرحله که آزمون برگزار میشه همون مرحله بهش دیگه داوطلب، فارغ از اون که چه کسایی و چه تعدادی در این آزمون در آزمون گزینه دو شرکت کردن، فرض بر اینکه فقط خودتی اصلا در آزمون داری شرکت میکنی، ما بهت میگیم، یعنی کارنامه یک از کارنامه‌های دیگه بهش گفته میشه اگر این درصدای آزمون زدی همین درصدا رو تو آزمون سراسری سال گذشته میزدی رتبت میشد این، یعنی میاد در واقع داوطلب رو در هر آزمون با بزرگترین جامعه ما دیگه بزرگتر از کنکور دیگه نداریم که دیگه یه جایی داشتم من میگفتم ما نه ما آزمون بزرگتر از جامعه ما دیگه همه دارن جمع میشن یه جا که برن کنکور بدن دیگه تمام آزمونای کسب خلاصه با اون جامعه آماری بزرگ که اسمش آزمون کنکور هست مقایسه میکنه دیگه با این رتبه ای که الان کسب کردی پارسال بچه‌ها اینجا قبول شده. سوالی که همیشه از بچه‌ها مشاورا میپرسن دیگه از شما میپرسن آقا من دفعه میکنی کجا قبول میشم علاقه میکنی سردم چیه، که مشاورا همیشه گریزون هم از جواب دادن به این سوالا من خیلی مونده سب کن الله ما بیر بیر سیستمی که الان هست. این مقایسه با بزرگترین جامعه آماری در همه آزمون‌های گزینه دو برای بچه‌های کنکوری از همین تابستون شروع میشه و تا کنکور هم میشه به شکل حرفه‌ای ادامه داره. آقای شاه حسینی اگر موافق باشید کامنت ها رو باز کنید که بچه‌ها چون من خیلی سوال بودنشون هست از این زمانمون از سوالات بچه‌ها استفاده کنیم اگر موافق باشید. من هستم در خدمتتون بفرمایید. خب بچه‌های عزیز قسمت کامنت ها باز شد، بریم سراغ سوالای شما. توی تابستون دهم و یازدهم رو باید بخونیم چرا؟ مرسی. خب الان این همه ما گفتیم چرا، نمیدونم اینا اجازه میدین اینا رو جواب ندیم؟ آره دیگه اونایی که چون احترام بذارید به نفت بقیه دیگه. بله. ادبیات موضوعی سوال کردم. ببین ادبیات رو من سلیقه شخصی اینه که تابستون موضوعی کامل بسته شه، هم آرایه هم قرابت هم دستور، از مهر ماه مجدد با برنامه آزمون، حالا هر به آزمونی که میدن همراه با برنامه آزمون درس به درس هم به قولی خونده که خوندن هر دوتا همزمان اتفاق خیلی خوبتری، یعنی هم من موضوعی بخونم تو تابستون، تو عید دوباره موضوعی جمع‌بندی کنم، در مسیر از مهر تا عید هم درس به درس بخونم و تست بزنم. میگه آقا ما دو سال پایمون صفر بوده الان تابستون چار کنیم. ببخشید اگر کسی پایش صفر بوده توصیه من اینه که یکی از پایه ها رو تو تابستون خوب بخونه، یعنی ببینید وقتی کسی قبلا خونده الان نیاز نیست زمان بذاره برای یادگیری، مرور میکنه و تست میزنه. منی که پایم نابوده باید اول یاد بگیرم بعد خلاصه کنم بعد تست بزنم، وقتی قراره این کار انجام بدم علل قاعده به دوتا پایه نمیرسم، ناچارم به این که یه دونه از پایه ها رو انتخاب کنم. توصیه من اینه که یه دونه از پایه ها رو انتخاب کنیم. اون سوال هم پرسیده بود که کی با تست بزنیم، هم که الان همین سوال شما جواب دادید، گفته که خطا نباشید ما قبل از آزمون کنکور باید رشته دانشگاهی که میخونیم بریم انتخاب کنیم. نه ببینید قدیم تر که دانشگاه آزاد بود مثلا شما برای آذر و دی که میخواستین ثبت نام کنین باید رشته و دانشگاهتون انتخاب میکردین، الان این موضوع برچیده شده و الان شما
میخونین، امتحانتون رو میدین، بعد از آزمون یک ماه فرصت دارین برای اینکه به اینا فکر کنین. یه نکته بگم، حالا من اگر سوال اون دوستمون رو درست فهمیده باشم، ببینین 10 و 11 رو با هم خوندن کار خطرناکی، یعنی اون سوال اولی که من جواب ندادم فکر میکنم من شاید اشتباه متوجه شدم، با هم خوندنش کار سنگین میکنه. بعد طبق همون اصلی که شما فرمودین اللهم بیر بیر، این هم دقیقا اگر دونه دونه بخونن، 10 رو جمع کنیم بریم 11. ببینین معمولا نگاهتون این باشه، انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن من خیلی دوست دارم، میگن یه فیلو چجوری میخورن؟ خب عملا فیلو خوردن از دید ما خیلی غیر ممکنه دیگه، میگن یه فیلو چجوری میخورن؟ لقمه لقمه. حتی اگر به اندازه فیل بزرگ باشه، کوچیک کوچیک که شما مصرف کنین تموم میشه. خلاصه به این نگاه نکنین وای 26 تا کتاب قراره بخونیم، این 26 تا دونه 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 باور کنین که کامل تموم میشه، خوبم تموم میشه، خیالتون از این بابت راحت باشه. بانک سوال گزینه دو چقدر به ما کمک میکنه؟ ببینین بانک سوال عملا طبق چیزی که شما گفتین، واقعیت اینه که شما رو از به قولی کتاب بی نیاز میکنه، هرچند کتاب یه وسواسه، واقعیت خیلی از بچه ها میگیرن استفاده هم نمیکنن. اگر دوستان تو همایش قبلی بوده باشن، ما سه تیپ تست تعریف کردیم، تست آموزشی، تست مهارتی، تست آزمونی. تست آموزشی تست های ساده ای هن که هدفشون میشه آموزش، کنترل این که تو یاد گرفتی یا نه. تست مهارتی با هدف تمرین تست زدنه و تست آزمونی با هدف تمرین زمان بندی. شما میتونین این سه تا رو پلن کنین روی سه سطحی که گزینه دو داره بهتون میده، ساده، متوسط و دشوار. با زدن این ساده، متوسط، دشواره باور کنین به اون چیزی که میخواین میرسین. چون مهم تست زیاد زدن نیست، مهم اینه که مدل تستنی رو بزنین و یاد بگیرین و همه تیپ تستی دیده باشین، آسون، متوسط و سخت. و یادتون باشه اگر فرمون کنکور 99 باشه، اصل داستان اینه سرعت عمل تو حل کردن تست های دشوار. و بانک تست گزینه دو از باب تست های دشوار بی نهایت غنیه، خیالتون از این بابت راحت باشه. پرسیده های شاه حسینی، حسابیات امسال آموز پرورش برای خورده تو 1400 هم ازش سوال میاد برای کنکور یا باید حذف بشه؟ تو 1400 یا 1401؟ 1401. پرسیده اونایی که الان در حاضرون نهایی آموز پرورش حذف کرد، باور داشته باشین که اگر قرار اتفاقی بیافته، هر سال منحصره. حسابیات پارسال با امسال زمین تا آسمون فرق کرد. پارسال ته همه کتابا رو زدن، امسال اومدن از هر فصل یه تیکه رو زدن. سال بعد رو خدا میدونه، ببینیم حضوریه یا غیر حضوری، بعد خودشون اعلام میکنن، شما نگران نباشین. اینا خلاصه چون کارا فکر نشده است، هر سال یه چیزی رو امتحان میکنن، باور کنین. حالا سال بعد امتحان هستن، خدا حفظشون. بله بله. آقا گفته آزمونی که شرکت میکنین باید سوالاتش از سخت‌تر باشه. ببینین قاعدش اینه که شما باید تو آزمونی شرکت کنین که شبیه کنکور باشه. این که یکم سخت‌تر باشه خب خیلی خوبه، برای اینکه ما میگن چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. یکم سخت بودنه منطقیه، خیلی سخت بودنه غیر منطقیه. برای اینکه تو آزمون رو میدی، از آزمون که میای بیرون عین آدمی هستی که گوشه رینگ گیر افتاده 200 تا مشت خورده، تا بیای خودتو جمع کنی گاردتو ببندی بعدی رو هم خوردی، یعنی اصلا فرصت نفس کشیدن بهت نمیده. اگر میخواین آزمونی شرکت کنی، ببین بگردین سراغ آزمونی برین که شما باهاش حالتون خوبه. خب اینو باید تجربه کنین، آزمونی که حالتون خوبه. الحمدلله همشون هم از این آزمون رایگانایی که تست کنیم میذارن، همه هم شرکت کنین، هیچ چیزی نداره، هر چی آزمون بدین بهتر. ولی واقعیت اینه وقتی یه چیزی ثابت شده از خیال آدم ازش راحته، مثلا 80% مشابهت داره، رفتن سراغ چیز دیگه ای که همچین رزومه ای نداره یکم با عقل فاصله داره دیگه. حالا هر طور که صلاح میدونید، ببخشید من در خدمتم. آقا امیر حسین سوال کرده برای تابستون خوبه که بعد از فهمیدن دروس هنگام تست دادن روش تستی رو همه یاد بگیریم یا همه؟ من خیلی قائل به روش تستی و روش تشریحی نیستم. من اعتقاد قلبیم اینه، لااقل تو فیزیکی که خودم درس میدم نگاه هم اینه، میگم هرچی بیشتر
آزمون و تست بزنین، روش تستی ها بیشتر خودشو نشون میدن، چون چیزی به اسم روش تستی از دید من وجود نداره. هنر یه آدم تو سریع تر حل کردن سواله. ببین من مثال که میزنم، حالا مثال فیزیکی میزنم چون همینو بلدم، بقیه دیگه بلد نیستم. من مسئله رو میخونم، این حالتی که تشریحیه، اطلاعات رو این بغل مینویسم، بعد فرمول رو مینویسم، بعد عدد میذارم، محاسبه میکنم، تاش عدد پیدا میکنم. خب اگه قرار تو کنکور این کار رو کنی، برو سال دیگه نه، بگو 20 سال دیگه بیا، چون تو نمیرسی همه رو حل کنی. دیتاهای سوال رو باید یاد بگیرین دورش تو خود سوال خط بکشین، فرمول تو ذهن، عدد گذاری رو کاغذ. ببین اگر این ترکیب رو یاد بگیرین، شما به هر روش تستی مسلطی. و اگر میخواین سریع حل کنین، مفهوم یاد بگیرین به جای اینکه برین عدد و رقم حفظ کنین، برین فرمول و نکته حفظ کنین. چون اگه بخواین نکته حفظ کنین، یه درس شیمی برای تمام درس‌های دیگه کافیه، پر از استثناست، پر از حالت خاصه، پر از چیزی که باید دونه دونه‌شو حفظ کنین. خب اگه هر درس همینقدر داشته باشه نکته، که دیوانه میشین آخر سال. شما این با 10,000 تا نکته، غلط این مدلی رفتنه. نمبال نکته تستی نگردین، انقدر قوی شین که سوالا خودشون داد بزنن، ببین منو حل کن، از این راه حل کن، خودشون نشون بدن، اون چشمکه رو خودشون بزنن، این از همش مهمتره. آقا حسین سوال کرده گذره دو دهم و یازدهم به گاهن آزمون میگیره، پس چطور جدا جدا بکنیم؟ ببینین این مهم برنامه خود شماست. ببینین این که من میگم خدمتون، بابت اینه که تقسیم بندیش باید مشخص باشه. اگر با برنامه گزینه داریم میرین، خب باید با برنامه گزینه برین جلو. طبق برنامه مشاوره‌ای هم که میدن رایگان بهتون، میتونین کارو ببندین. اما سلیقه احسان شاه حسینی اینه که تک به تک ببرینش جلو. با هم بردنشون فشار زیادی به آدم میاره. یعنی اینکه شما بخواین همزمان مثلا شیمی یک فصل یک، شیمی دو فصل یک رو بخونین، خود شیمی یک فصل یک یه دریاست. دیگه شیمی دور هم بذاریم کنارش، کلن کار میپیچه تو هم دیگه. ولی این رو بذاریم به عهده مشاور و برنامه‌ای که آزمون بهتون میده، با همون حرکت کنین. اگر گزینه دو شرکت کردین، با همون برنامه برین جلو. آقا نوید گفته بستم الان که خراب دروس رو بگیه کنکور برای ما هست چه؟ چیه من نشتیم؟ نمیدونم، ایشون شاید به سازمان سنجش بسته. کی گفته قراره هست چه؟ اگه منبع خبر رو بگین منم خوش بنین. بچه ها اگر چیزایی که میگین منبعتون این پیجای خود اول اینستاست که توش برای اینکه فالوور بگیرن دروغای شاخدار میگن، خب من خیلی حرفی ندارم. اما اگر مثلا سایت سنجشی، نمیدونم وبسایت خبری مثلا صدا و سیمای چیزی دارین که این خبر رو داره، حتما به منم بگین، من بزنین یاد بگیرم، چون واقعا برای خودم خیلی جدید بود، من تا حالا نشنیده بودم. کی گفته قرار عمومی ها هست چی؟ ببینین از این حرفای صد من یه غاز، نماینده های تو مجلس که الحمدلله هیچ ضمانت اجرایی هم حرفشون نداره، هر روز تو کنکور یه دخالتی میکنن. منبع خبری کنکور سازمان سنجشه و سلام. ببینین وزیر پارسال حرف زد، رئیس سازمان سنجش خیلی محترمانه یه حالی بهش داد، گفت آقا شما به شما ربط نداره، صحبت نکن. اون یکی وزیر بهداشت اومد حرف زد باز. ببینین فقط و فقط سازمان سنجش و تمام، همین تنها منبع اینه. اگر لینک خبری دارین که رو سایت سازمان سنجش هست به من بگین، چون متاسفانه من انقدر آپدیت نیستم. سوال کرده که کارگاه‌های مشاوره در طول سال هم ادامه داره؟ اینو شما باید بگین. من نظر خاصی ندارم، اگر عمری باشه و دوستان صلاح بدونن من در خدمتتون هستم. بچه‌ها ما قول رو از آقای شاه حسینی گرفتیم، حالا همینجا چون حضوری هم خودشون هستن، قول رو ازشون گرفتیم، نه تنها آقای شاه حسینی که کارگاه ها به صورت تخصصی یعنی در حوزه روانشناسی از آدمای روانشناس داریم دعوت می‌کنیم، در حوزه تغذیه کارگاه تغذیه داریم به صورت تخصصی، در حوزه خانواده، تمام حوزه هایی که نیاز یک ساله دانش آموز چه در حوزه کنکور چه در حوزه دانش آموزی هست رو برنامه‌ریزی کردیم، مدون شده، حتی جزئیات ریز هر مبحث هم مشخص شده. یکی از اون دوستانی که قولش رو گرفتیم، من جا بازم در حضور آقا تعداد خیلی زیاد داریم، جمع قول میده جناب شاه حسینی،
در خدمتشون هستیم و این افتخار رو داریم که در خدمتشون هستیم، مثلا ایشون و آقای دکتر خمات ها. خیلی حالا بذارید سورپرایز بشید، بذارید این شگفتانه رو به مرور بیاریم جلو، مراجعه کنید به نمایندگی های گزینه دو. یک کار ویژه‌ای در کنار آزمون های گزینه دو این کارگاه ها هست که براتون برنامه‌ریزی شده. انشالله بذارید یه خورده برید جلوتر، حضوری برید نمایندگیاتون، از این شرایط کرونا حضوری هم نتونستید برید، تماس بگیرید، کامل میتونن همکارا راهنماییتون کنن. آقا محمد، افزایش زمان مطالعه یعنی افزایش تعداد درس یا زمان مطالعه هر درس؟ آقا مهدی گفته. من متوجه سوال نشدم، میشه تکرار کنیم؟ ببخشید. والا دقیقا سوالش نوشته افزایش زمان مطالعه یعنی افزایش تعداد درس یا زمان مطالعه هر درس؟ ببینیم من یه نکته بگم، مسلط چیم بریم یا اینکه نه فقط یه سلایدی رو پر کنیم بریم جلو؟ من چون واقعیت اینه که حس میکنم بچه ها خیلی تو این گیر دارم. ببینیم بچه ها، اگر یه زمانی کنکور اینجوری برگزار شد که شما رفتین نشستین سر جلسه، بهتون گفتن خب آقا امروز چی میل دارین، دینی بیاریم، فیزیک بیاریم، بعد شما میتونستین انتخاب کنین، تو روزهای مختلف میرفتین امتحانهای مختلف میدادین، اگر یه زمانی اینجوری شد شما هم میتونین حجمی درس بخونین، یعنی یه روز بشینین فیزیک رو جمع کنین، یه روز بشینین ریاضی رو جمع کنین. این مدل درس خوندنه مدل خطرناکیه. ببینین این که من بشینم 4 ساعت پای یه درس به هیچ جای کنکور شبیه نیست. شما اگر قرار موفق شین مدل مطالعتون باید بشه شبیه کنکور. تو یک روز همه درس ها هست، تو یک روز همه درس ها رو باید بخونین. نمیتونین شما با یه الگوی دیگه مطالعه کنین و تو کنکور نتیجه بگیرین، باید الگوی مطالعتون هم شبیه الگوی کنکور بشه. وقتی توی روز همه درس ها هست، تو هم توی روز همه درس ها رو بخون. آقا کم پیش میره، فدای سرت که کم پیش میره، ولی اینجوری یه ویژگی داره، هر روز همه درس ها تکرار میشه. تو تکرار هر روز همه درس ها اتفاقهای خیلی خوبی براتون میافته. مثل چی؟ مثل این که شما به این به قولی توانمندی، به این خاصیت میرسین که درس رو عوض کنیم. یعنی شما 4 ساعت وقت دارین، از فیزیک باید در بیارین برین تو شیمی، از اقتصاد در بیارین برین فنون، از فنون برین تو عربی. وقتی این شیفت دادن هست، تو باید برای این شیفت دادن هم آماده باشی. وقتی تو عادت کردی 4 ساعت روی درس باشی، وقتی قرار سر جلسه زمان مطرح بشه تو میبازی. پس من خواهشم اینه مدل درس خوندنتون رو ببرین رو مدل همه درس ها با هم. و از همه مهمتر، وقتی میگیم افزایش ساعت مطالعه، این نیست که یه درس رو کشش بدیم زیادش کنیم، اینه که همه درس ها رو بخونیم، همه درس ها با هم 5 دقیقه اضافه شن. ببینید وقتی 7 تا درسه، 7 تا 5 تا 35 دقیقه اضافه میشه. هفته بعد دوباره 5 دقیقه به همش اضافه کنید، 35 دقیقه دیگه اضافه میشه. رشد کردن یعنی این، جوری کار کنین، جوری حرکت کنین که هرچی میرین جلوتر انگیزتون بیشتر شه. دفتر برنامه‌ریزی یکی از معجزاتش اینه، رشدتو نشون میده. وقتی تو میتونی رشدت رو ببینی، از اون رشد لذت میبری. ما اینو لازم داریم، اون لذتی که تو از درس خوندن میخوای. تا وقتی درس خوندن کار لعنتی، کار سخت و کار بیخودی از دید خیلیاتون، نتیجه هم نمیگیری. وقتی بشه تفریح، وقتی بشه لذت، وقتی بشه کلکل من با خودم، تو این وضعیت من رشد میکنم. آقا در خدمتی. آقا سینا درد دل خیلی رو نوشته. آقا از گوشی ساسنای عبدی، از گوشی چطوری فاصله بگیریم؟ واقعا داره وقتمون رو قرمونی میکنه. از پنجره بندازینش دور اگه جرأتشو دارید. اینجوری فاصله تو هر لحظه بیشتر هم میشه. تازه ببینید بچه ها، داستان گوشی داستان اراده است، شبیه داستان خوابه. راهکار کم خوابیدن قهوه و نمیدونم نسکافه و قرص فلان و اینا نیست. راهکار کم خوابیدن اینه من با خودم انقدر رو راستم که تصمیم میگیرم خوابم رو برای موفقیتم کم کنم، تصمیم میگیرم نسبت به قبل بهتر بشم، تصمیم میگیرم گوشی رو کنترل کنم. این تصمیمه رو لازم داره. این که تو با خودت انقدر صمیمی باشی، انقدر خوب باشی که بشینی فکر کنی آقا من آیندم رو بیشتر دوست دارم یا 4 تا رفیقی که تو این گوشی دارم، آقا اینو بندا بیرون چی میشه؟ اگه این رفیقه باور کنین حاضر یه سال برات صبر کنه، اگه این رفیقه حاضر تو رو همینجوری تحمل کنه، آقا من خبری ازم نیست،
کار داری زنگ بزن خونمون. هیچ افتی نداره اگر بگیم آقا با من کار داری به بابام زنگ بزن، به مامانم زنگ بزن. من وقتم امسال خیلی مهمه. این از همش مهمتره. ببین ما اینو متاسفانه بچه‌ها توش ایراد دارن، نمی‌کنن این کارو و خیلی هاشون آسیب می‌بینن. چون ممکنه یه رفیق نارفیق من پیدا کنم از تو همین گوشی تمام وقت منو بگیره، هر دقیقه یه چرتی برای من بفرسته، رو اعصاب من راه بره، من هر روز در دیوونه تر از قبل بخوام به زندگی ادامه بدم. نکنین این کارو، میارزه یک سال از همه اینها فاصله بگیرید. من صداتون رو ندارم استاد. سوالش این بود که نوشته سوالات کنکور از خارج از کتاب میاد، این سوالای معلومه. ببینین ما خیلی از سالها، من اینو خیلی میگم، ما تو یه سالی تو کنکور ما سوال از رو جلد، یعنی جلد کتاب حسابان سوال کنکور بوده. خیلی از سوالا سوالت که خود تمرین حل شده یه کتاب یا تمرینای آخر فصل کتابم. بچه‌ها دنبال این که بیرون کتاب بگردین، دنبال منبع نباشین. بله تو درسی مثل عربی، تو درسی مثل زبان، تو قسمت ریدینگ یا تو قسمت کلوز سوالهایی میاد، کلماتی میاد که تو کتاب نیست. اصلا هدفش همینه، گفتن درک مطلب، یعنی تو یه مطلب بخون یه سری کلمه ها رو هم ندونی، از روی مطلب و کلمه هایی که بلدی باید حدس بزنی یه سری کلمه ها رو. بله تو یه سری درس ها مباحثی میاد که خارج از کتابه، ولی تو ریاضی و هندسه و اینا کمتر پیش اومده، بوده نمیگم نبوده، ولی تو 55 تا یه دونه دوتا یعنی صفر. خودتون اذیت نکنید. این که من برم یه کتاب دیگه بخونم که اتفاقی بیافته مانه این مدلی نیست. همون کتاب درسی رو خوب بخونین به نظرم خیلی مهمتره. خب آقای شاه حسینی، ما چون 5 دقیقه دیگه بیشتر تا زمانی به بچه گفته بودیم فرصت نداریم برای پایانش. ببینید بچه ها این گوشه میبرد بالا قسمتی که چپ هست یه مطلب پین شده، لینک نظرسنجیه. لطفاً تمام داوطلبایی که در جلسه امروز حضور دارن، به احترام این که تا الان در جلسه حضور داشتید و از مطالبش استفاده کردید و به احترام وقتی که گذاشتید، ما ارزش براتون قائل میشیم. لینک نظرسنجی براتون گذاشتیم، این لینک نظرسنجی رو همین الان تشکر شرکت کنید. چند تا سوال در مورد محتوایی هم هست، چند تا سوال در مورد مطالب. فقط خودتون باید آدم خیلی سختگیر، جدی و بیرحمی باشید نسبت به خودتون. اگر همچین آدمی هستین نیاز به هیچ کسی ندارین، یعنی شما از تو سنگ قد باور کنین، از دل سنگ قطعا یه چشمه در میارین. چون این آدم این ویژگی هایی که گفتم ویژگی یه آدم موفقه. اما اگر این ویژگی ها رو ندارین، نیاز به یه آدمی دارین که کنارتون باشه، بیرحم باشه، سختگیر باشه و ازتون کار بخواد. آدمی که باهاتون مهربونه، خیلی ملوه، خیلی ازتون تعریف میکنه، به بچه پسری چه دختر خوبی، آفرین خیلی رشد کردی، خب احتمالاً اونی که باید باشه نیست. مربی، مرشد، راهنما کسیه که پوست میکنه، کسیه که هرس میکنه. هرس کردن و پوست انداختن درد داره ولی رشد هم توشه. امیدوارم که طاقت داشته باشین. یه سال سختیه. اگر توکلتون به خدا باشه و با همه وجود به جنگین، باور بفرمایین که اتفاقهای خیلی خوبی براتون میافته. لازمش اینه که شما این کار رو انجام بدین، این اتفاق رو راه بندازین و بتونین دووم بیارین. ادامه دادن رمز موفقیت. لحظه هاتون به سامان، امضای خدا پای آرزوهاتون. یا علی. درود بر شما و ممنون از شما.